سلام زنده ای، منم بهبود. میشه در وا کنیم؟ پریسا هست؟ سلام زنده ای. سلام بهبود جان، چطوری؟ پریسا هسته؟ آره هستش، ولی دایید گفته نذارم همدیگر رو ببینید. وا مامان سلام، خوبی؟ چرا زنده ای؟ با اونه که دیشب با ما آشتی کرده دوره اتفاق جدید افتاد؟ نه میگه تو نرفتین سر خونه زندگیتون این طرف ها آفتابی نشی. جلو در همسایی ما آبرو داریم، مردم رو که میشناسی بهبود جان حرف در میارن. بله متوجه شدم، پس من حداقل موتور هم ببرم دیگه، واسه این حرف در نیارم دیگه. باشه ببر. به عزیز آقا هم سلام برسون. خود زنده این که هنوز باد نداره، دایی به من گفت اینو بادش کردم. آره بابا یادش رفت. میگم تو بیا بالا، من زنگ میزنم این تعمیرکار سرکوچه بیاد درست کنه. بیا بالا. چی داری میگی؟ نه خیر، لازم نکرده. تعمیرگاه همین سر کوچه است. ولش دار ببر عزیزم، زحمتشو خودت بکش درستش بکن. زشته. بهبود. میگم بابات که نظرش عوض نشد، سر قولش هست. تو هم دنبال خونه هستی؟ نه بابا، کی دنبال خونه است؟ من دنبال زنم. زن؟ نه بابا واسه خودم، من که میخوام با تو ازدواج کنم، با تو آقا جونم، آقا جونم میخواد زن بگیره، ازدواج کنه. بله عزیز آقا میخواد زن بگیره. بله آیا میدونه؟ همه میدونن زندهی. الان شما هم اگه کیس مناسبی تو دری همسایه دوستی آشنایی چیزی داشتی ما معرفی کنیم بریم خواستگاری واسه آقا جونم. باشه اسمت آقا جونم که میدونین نسبت به ایشون معرفی کنین دیگه. آره اسمت خیلی خوبه. خیلی خوبه، راست میگه. بریم باید صحبت کنیم. خیالت رد به خودت باش. یا باشه تو هم مراقب خودت باش. خدا میزنی؟ اومدم. و سلام عزیز من. نند آقا چه عجب؟ عجبه اومدم به سر بزنم، دوست نداری برگردم؟ نه بابا، اون نه اون موقعی که سال به دوازدم و نمیدیدیم حالا دم به ساعت زیارتت میکنیم. خوش اومدی، بفرمایید. خب دلم تنگ شده بود عزیز، ادامه صحبت های دیشب اومدم. اومدم که ببینم اگر اجازه بدی فردا عمل بنا بیارم یه دیوار بکشم این وسط. محمود آقا نه. ببینم زدی زیر حرفت؟ نه بذار بعد از اینکه سند زدم. عزیز داری پس میزنی عزیز من؟ تو تا حالا دیدی عزیز حرفش دوتا باشه؟ ایول 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 هنوز با مرامی عزیز. عب مستجره من که راضی هستی؟ نه بابا کاری به ما ندارن، مردمان بیازاری هم. در حال این ناراحتی یه ندا بده سه سوته میندازمشون بیرون. نه بابا ما رو میخواییم بیرون کنی از اینجا. سلام. علیکی سلام. خوش کلام. گوش وایساده بودی سوری خانم؟ نه خیر آقا، همین وارد شدم دیدم داری قیبتمونو میکنی. بلند شدی اومدی از زقا رو یاد بدی ما رو بیرون کنی. تو که هچه تمام فرد فاملت هم جمع شه با تو بیاد ما رو نمیتونه از اینجا بیرون کنی. خیلی خوب سوری خانم، ما اینجا صاحب ملک ما. سوری خانم برو، من نمیتونیم بیرون کنی. سوری خانم برو، من کار دارم. فکر دیگه کن. برو فکر نون کن که خربزه آب است. سوری خانم برو تو صاحب خونه. برو برو عزیز آقا، این شنیده شما میخواین زن بگیرین اون خاطره اومده میترسی که مال مینا رو از دستش دراری. مگه از خواهرم مال میرسه؟ توی این بچه این عزیز آقا یا حرفشو گوش نکن. خیلی خب برو پایین دیگه. برو پایین سوری خانم. خواهرت اینجا بود هیچ موقع سر نمیزد اینجا سال یه دفعه. الان بلند شدی اومدیم برای خاطر مال. پنج من بده آش همین خیال باش. آدم با بعضی ها قر باشه بهتره. ای بابا بابا جان برو. خب مبارک باشه، پس میخوای زن بگیری؟ آره بله. خدا بیامرزه خواهرمو، خدا بیامرزتش، خاک واسش خبر نبره، هنوز وصیتش رو زمینه. بگذری کی بریم دنبال کار این زمین؟ محمود آقا بذار بعد از اینکه زن گرفتم، تو که میدونی من قولم قوله. باش عزیز، یه سیبو که بندازی هوا صد تا چرخ میخوره تا بیاد رو زمین. مبارکت باشه، مبارک باشه. ها
آقا جون اینجا خب این لاله اینم لادن خودشی دیگه خوب شد باشگاه نرفتیم اینقدر تنگی ممکن سرشکره و زخم بشه سلام علیکم ببخشید منزل شکوه خانوم شما من با خودشون کار داشتم تشریف ندارن شما من اسم بهبوده پسر عزیز آقا به خودشون بگین از آشنای قدیمی عزیز آقا به جا میارن تشریف ندارن کارت چیه ببخشید من برای امر خیر مزاحم شدم اگه خودشون هستن من به صورت مستقیم با خودشون صحبت کنم بهتره خودشون نیستن من برای حالت خواستگاری و این چیزا اومدم یعنی شما نگران نکنی خودتون امر خیره خواستگاری شکو خانم اگه خودشون هستن من دو کرون باشون صحبت کنم همه چی حل میشه هستن یا نیستن واسه اومدم دست شما در نکنه فرمایش سلام علیکم آقا به جون مادرم باورت میشه دو تا بچه کوچولو بودن یکی این ور در رفیق اون ور آیفون تصویریه خدا نه بابا به اون کوچیکی دیدم خودت بودی زنگ زدی آره کوچیکی همون کوچیکی پس قبول نیست شما دیدی فدای تو بشه قربون تو برم میدونم اومدی خواستگاری ننه من غلط بکنم به گور افجدم بخندم من برای پدرم اومدم من خودم در شرف ازدواجم بابام یه آدرس به من داد خیلی خوش اومدی عزیز دلم بفرما قربون تو برم همین سرپایه از شما سوال بکنم بیا عزیز من بیا تو کارت دارم اما منو میخوای دعوا کنی نه قربون تو برم من مهربونم فدات بشم سیریتون یه جوریه من میترسم ای بابا من مهربونم فقط شما به این فکر کن که اگه همه چی خوب پیش بره من و شما داداش میشیم قربون تو منو دعوا نکنی راست میگی فدایی فقط وضعیت جسمانی شکوخانه آگاه بشم یعنی دندوناشو جسمانی را خوب بریم عزیز دلم بریم کارت دارم قربون تو برم جورک میزنیم هیگیر میزنیم باد میزنیم تمام بابا چیکار داری میکنی؟ دارم دنبال یه سیخ خوب میگردم خب سیخ اینجا هست اون به درد نمیخوره بابا جنسو خراب میکنه میسوزونه بیا بابا زغال خراب شد میزنیم باز میزنیم از قدیم گفتن دود از کنده بلند میشه بده من ای والله سیخو بده ای والله خیلی خوششانسی عزیز جدی؟ تو نمیری والله بده من یه زن برات پیدا کردم ما نجیب، اصیل، پولدار، با اصالت، با کمالات جدی میگی؟ جون تو، داده هفته پیش یه دست لباس عروس خریدم نو نو بی نظیر، فقط یه اتوشویی میخواد اونم بهت ارزون حساب بکنم، 50 تومن چرا به من نگفتی؟ تو میخوای لباس عروس تنت کنی؟ خانومو میگم کی به تو زن میده من نه چمه؟ فوق لیسانس ندارم که دارم بابا بسه، نو فوق لیسان بذار در کوزه آبشو بخور در نونوایی بری اینقدر نون بربری کف دستت میذاره ببین از نظر فکونداسیون ایپسیموم درجه آلفا بتا تغییرات یونیزا خیلی خب آقای آلفا بتا اینقدر کلکل نکن تو هم بازار تیزی نکن حالا بگو ببینم طرف کی هست از دوستایش اشرفه ببین یه دفعه یخچال سوخت من خریدم یه دفعه دیگه تلویزیون سوخت باز من خریدم یه دفعه دیگه هم سه دفعه لازم نکرده بابا ولش کن اینو این فکرش تو کاره به حرفش اصلا گوش نده اصلا میدونی چیه؟ من خودم یه نفر سراخ دانه ماری 40 سال پیشه همین الانم هم بهبود فرستادم دنبالش قراره برام خبر بیاره مبارکه ببین میگم اگه اینم ببینی بد نیستشا میخوای زنگ بزنم از شب بگم برای امشب قرار بذاری نه خیلی لازم نکرده خیلی خوب خاکش کنید بینم سیب زمینی ببین چیز چی؟ گلپری جون بله اینجایی جون بله کجا میری نمیرم خسته میشی نمیشم آخ آخ نمک نخوری یا برای فشارت بده سلام آقا جون به سلام فرق سلام جون
بگو اونم طلب ها پیدا کردی یا نه؟ نه پس شما فکر ما پیدا نکرده باشی. پیدا کردی؟ بله. جواج داری؟ آدرس جدیدشه پیدا کردی؟ بله نه قربون تو پسر برم. ببین به این میگن اولاد خوب. زنده باشی. بشه آقا جانو میگم به همین جو هم بگو آدرسش کجاست؟ آدرس آقا جون دقیق بخوام بهت بگم میشه پلاک 7. پلاک 7 خوب. منطقه 20. منطقه 20 اون براست خوب. قطعه 30. قطعه 30. ببینم مگه محله شروع قطعه بندی کردن؟ قطعه بندی بود اونجا آقا جان، با که من یادم اونجا قطعه بندی بود. محلش کجاست؟ محلش همون پایین دیگه، گفتم که سمت خدا رحمت کنه رفتم اون رفتگانتون آقا جون. مرده. مرده؟ چرا مرده؟ ناراحتی نداره آقا جون، سنش زیاد بود دیگه. قربونه تو برن. خدا بیا مرده. بیا بیا قربونه بیا. خدا رحمتش. خدا بیا مرده. بابا من خودم میگرم یه خوبشه واسط پیدا میکنم آقا جون. آقا تو که ندیده بودی. تسلیت میگم بابا. خدا رحمت. بیا بابا. بیا بشین. بیا. بیا بشین اینجا. حالا بیا بیا بشین. بیا بشین. ناراحت کردی علیکی خودتو دیگه. ببین. بشین. ای بابا عیبی نداری دستم، دنیاست دیگه. ببین بابا قسمت تو همونی که من گفتم. چی گفتی بهش؟ یه خانومیه، اسمش من خانومه، دوست خانوم منه. خب شوهرش هم 2-3 ساله که مرده. خب خوبه که آقا جون، میگه خانومه که میگه خوبه که خوبه. آره بابا بس اینه بگیر. این خانومه چطور زنی ها؟ حرف نداره عزیز جان. ببین با کلاس، خانواده دار، نجیب، پولدار، دیگه همه چی تمومه. خب اینی که میگه همه چی داره، پس دیگه واسه چی میخواد ازدواج کنه؟ اونم با این. خب ببین اونم عین این همدم نداره. ببین تیمور، یه موقع نریم اونجا زایه بشیم، اول باید ببینیم این خانم خیال ازدواج داری یا نه. ببین ندوی تو خفیش. بابا جان من 100,000 بار تلفن کرده به زن من که یه شوهر خوب برام پیدا کن. نه بابا 100,000 بار زنگ زده. بله. پس اینو ردیف کن تو روز ببینیم. همین الان 3 سوت زنگ میزنم حتی قضیه رو در میکنم. بله. آقا شما مصمم دیگه میخوای زن بگیری نه؟ دیگه من مصممم. سلام اشرف جان، خسته نباشی. خبر خوش. آره عزیز میخواد زن بسونه. سلام محمود آقا. سلام. حالتون خوبه؟ خیلی ممنون. شما چطورین؟ عباس آقا چطوره؟ والا چی بگم؟ اگه مردم بزنن خوبه. سیب چند؟ اتفاقی افتاده؟ کلی از مردم پول طلب داره ولی هیچ کس بهش نمیده. اگه مردم پولاشونو بیارن شاید این بتونه مغازه رو دوباره باز کنه. خب با اجازه. راستی محمود آقا، راجب اون قضیه خیالتون راحت باشه. یه زن خوب و نجیب براتون سراغ دارم. واسه من؟ نه واسه عزیز آقا شوهر خواهرتون. سیب چند؟ شما از کجا میدونی؟ رخساره جون گفت. ثواب میکنیم والا، اینجور اون پیره مردم از تنهایی در میاری. خیار چند؟ دست شما درد نکنه، فکر میکنم که رخساره آمار غلط به شما داده. ولی من یکی دو مورد خوب سراغ دارم. سیب چند؟ اقلا اون میوه رو یه تعارف میکردید. منیر خانم، این پرتقالا، این خیار، این سیب. خدمت شما و عباس آقا. کاش بدهیاش هم اینجوری به عباس آقا میداد. چقدر خوب بود. پروین خانم هم خوبه ها. مادر بزرگ شرار جون رو میگم. هم که 3 بار شوهر کرده؟ وا مادر جون، طفلکی بدشانسه. بدشانس کجا بود؟ مادر من سر خوره. پس فردا خدای نکرده یه بلایی سر آقا جون میاد، بچه‌ش از چش ما میبینه. بچه‌ش ما میبینه دیگه. سلام بابا. سلام. 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 اصلا سلام بی سلام. موتور این پسر کجاست؟ 2-3 ساعت پیش اومد برد. با اجازه کی؟ ایوا. محمود، مگه دیشب خودتو ناشتی کردین؟ بهش نگفتی بیاد موتورشو برداره ببره؟ آنو من بهش گفتم بیاد موتورشو برداره ببره. ولی وقتی که تعمیرش کردم، من نمیفهمم این خونه من چرا اینقدر هرکی به هرکیه؟ چرا اصلا کسی حرف گوش نمیکنه؟ هر کس هر کاری که دلش میخواد میکنه. زن عباس آقا اینجا چیکار داشت؟
هیچی، اومده بود یه سر بزنه. چطور مگه؟ اه؟ اومده بود فقط یه سر بزنه؟ علم و غیب داشت که شوهر خواهر من میخواد زن بگیره؟ یه دفعه تو روزنامه های شهر چاپ کنین، همه شهر رو خبردار کنین دیگه. مگه تو هم خبر داری؟ یعنی چه خانوم؟ به لطف آقا بهبود شما دو نفر ها، تنها کسی که نمیدونه خواجه حافظ شیرازیه، همه شهر خبردار شدن. خب مگه چه اشکالی داره؟ اون پیره مردم از تنهایی در میاد. خانوم اشکالی نداره، به جای یه زن بره 10 تا بگیره. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما دو نفر نباید دنبال زن برای اون بگردین. چی فهم شد؟ فهمیدی؟ اگه بفهمم بعد جوری قاطی میکنم ها. شیر فهم شد؟ باریکلا. عزیز زود باش بابا، دیر میشه ها. اشرف خانم میگفت این خانم به قول قرار خیلی اعتقاد داره. خلاصه اگر دیر بریم تو ذوقش میخوره ها. جونه آقا جون، چی؟ سنگ پا من چه میدونم کجاست آقا جون، همونجاست دیگه، فقط مواظب صابون باش پاد نره روش دوباره دست پاد بشکنه. من سنگ پا نمیدونم که کجاست. سنگ پا نمیخواد الان کسی پازو نگاه نمیکنه اونجا آخه، قربون تو برم. اول سر صورت تو بشو بیا بیرون، پا مال مرحله بعده. شما اون چی بیکار واسدی؟ درم کفشاشو صفا میکنم، منتظر فروخم بابا، قرار کت شلوارشو بیاره. ببینم کجا میبری این خبر مرگیه داری میبری؟ دارم کتشلوار میبرم برای عزیز. خب یکی دیگه میخواست زن بگیره، جورش ما باعث بکشیم. آخه ننه، با زیر شلواری که نمیتونه بره خواستگاری، باید یک کتشلوار داشته باشه. خب جهنم بره بخره، مگه پول نداره؟ به ما مربوط نیست آقا. همین یه بار. نه بره بخره برای خودش، به ما مربوط نیست. آدم شکوم نداره که کتشلوار عروسیت دامادت ببریم بدیم به کسی دیگه. کدوم نداره. عروسی کدوم دامادی ننه، کسی که دیگه به من زن نمیده. چرا آقا، من پیدا میکنم با حوصله. برام زن میگیری؟ آره آره، میخوام یه دختر پیدا کنم 2 متر قد داشته باشه. 2 متر؟ بله، ابروی کمان داشته باشه، چشمای درشت داشته باشه، بعدن 5 رقم زبان خارجی بلد باشه، 5 رقم دکترا داشته باشه. یهو بگو نمیخوای بگیری دیگه. چرا؟ میخوام بگیرم. آخه یه نگاه به این قیافه اینطور اینا رو بپاشم. آخه یه نگاه به این قیافه زاغارت من بنداز، بعد این حرفا رو بزن. آقا صبرنن حلوا پیشر ای گراسنن تو تیه بس لرن اطلس بتر بیار بغنن. من میخوام پیدا کنم بگیرم. یه شرطی داره. چه شرطی ننه؟ اون شلوار بده من ندی به عزیز. بفرمایید. بده من. حالا برو گورتو گم کن، یا میگیرم یا نمیگیرم. آقا جون، آشتیل خوش جلن شدی. خوش جلن پیجا 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 اولاد خوب، اولاد خوب، مبارکه، خیلی خوب شده. ببین کتشلوار رو بهت دادم. آک تلفن جواب بده. سلام. الو بفرمی. گوشی میده عنایت؟ گوشی چلزه. آقا با شما کار دارم. چیه؟ آقا بهبود
تو معلوم از کدوم گوری هستی؟ کل سفارش اینجا ریخته باید ببری تحویل مشتری بدی. عزیز من خب من سرم شلوغ، من دارم واسه آقا جون میرم خواستگاری خرسترم. گفتم الان به شما زنگ بزنم پس الان نگی زیرا میرفتی خبر داشتی. حرف مفت نزن، همین الان پامیشی میای اینجا باید کار واجب دارم. عزیز من چه کاری واجب تر خواستگاری واسه آقا جونمون؟ باشه من الان زنگ زدم بگم تو والی خودتون رو دو ساعت دیگه رسونین نرسونی ما رفتیم اونجا خواستگاری آقا جون بدون شما گفت بله پس الان واسه من شاکروزی در نیارینا. خدافظ. کی بود؟ بهبود. چی میگه؟ میگه برای آقا جون دارم میرن خواستگاری. نه بابا بزن بریم. برو میگم بهبود. بهبود جون آقا جون من نگاه کردی؟ این خط اوتوی ها گوجه سبز رسم میکنه بابا. یعنی حالا داشت دارست کنی؟ میگم تیمور من روم نمیشه چیزی نمیتونم بگم، تو هم بیا با ما بیا. هرچی خلوتتر با کلاستر. اگه زن زلیلم من نیستم. بس میکنی بس میکنی تو هم که نرد اجازه نمیده. سلام آقا جون. سلام آقا جون. سلام آقا جون. سلام سلام. شما اینجا چیکار میکنی؟ آقا جون دلتون میاد بدون ما برین خواستگاری؟ بدون تو که امکان نداره. تو راپورت داده بودی؟ با اجازت آقا جون گفتم بچه ها بیان که یه مقدار مراسم رسمی تر برگزار بشه. ای بابا شما داری میری خواستگاری؟ بله بونو که نمیخوایم برین که. هر جا آقا جون بره منم باهاش میرم. مبارکتون باشه آقا جون، چقدر این شکات و شلوار بهتون میاد. خوبه، به این میگن عروس خوب، همه با هم میریم. بشین آقا جون، مبارک. تا ما برسیم اونجا تو سری به پر یه دست گل چیزی بگی دست خالی بریم بعدین. خب من برم عزیزم. کی بره؟ کسی رو نداریم، برو دیگه. خب باشه، فقط پول ندارم. ببین یه دست گل حسابی بگیر. بلدم یه پول ندارم. پول بده بعد زودم بیا، ما رو نکاری اونجا، نپیچونی یه وقت. عزیزم دارم میگم بده پول، بده پول ندارم. هر کی نیستم شنیدم دیگه، برو. خب میشم بچه. عجب آدم زایی داشته ما. داری افش نمان بدم دیگه، من کابربان کم رو. اخ اخ اخ، من قرار یه جنسی رو تحویل بدم یادم رفت. خداحافظ. به جان تو من خودم از ننم پول تو جیبی میگیرم. میگی نه بپرس اصلا. میدونم میدونم. آقا جون همینه پلاک 37. آره. زنگ چندم بود؟ زنگ دوم. دوم. گل گل گل. آقا جون عزیز آقا. نوکرتم آقا جون. چرا آقا جان گل نیاوردین با خودتون؟ بفرمایید. آدم وقتی که میره خواستگاری با خودش گل میاره. الان داداشم گل میاره، شما ببخشید. اینو گفته باشم ها، دختر با آدم خسیس ما نمیدیم ها. نه خوشبختانه عزیز آقا مرد بسیار دست و دلبازی هست. دیگه بدتر، آدم دست دلباز زندگیشو نمیتونه جمع جور کنه. نه آقا داری ببخشید، اصلا ایشون نه دست و دلباز نه خسیس، بینه، حالت تعادل داره. بینه یعنی چی آقا؟ یعنی که بین این دوتاست، خسیس و دست و دلباز. اومد در میزنه. سلام علیکم بنیاده هستم. بله خوب هستی؟ ببخشید من میخواستم. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. 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 خوش اومدید. بفرمایید. بفرمایید. خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. بفرمایید. بهبود بین جونم آقا جون خدا بیام. چی کارت کنم؟ نه گور بود میشه آقا جون، باد زده موتور افتاده. کلی گل بود. بهبود پسر کوچیکه عزیز آقا هست. خوب هستی؟ بله. دستتون درد نکنه قشنگه. نه این گل یه ماجرایی داره. میدونی ما بعد از اینجا میخوایم بریم ختم یکی از بستگان همسرم. خدا رحمتشون. دایم دایم مرده. خدا رحمتشون. دایم. باقی عمر شما باشه. خیلی ممنون. من چکیم درست شده اونجا. خب بفرمایید، ما در خدمت هستیم. بفرمایید. هرچند که ما اینجا برای امر خیر اومدیم. آقا جون اجازه بدید من توضیح میدم.
ما خدمتتون رسیدیم برای شازده آقا جونمون، مرد بسیار خوب و مهربون و خانواده دوست و خوشچیل مشچیل و اهل دود و دم و رفیق بازی و اینجور که اصافت کاری هم نیستن. گفتیم اگه شما با این وصلت موافقت داشته باشین ما از چند وقت دیگه شما رو مامان صدا کنیم. بله داداش هم راست میگن، آقا جون من اهل دوست و رفیق و این چیزا نیستن، فقط دو تا دوست دارن، اینا هم از صبح میان تا شب میشینن دور منقل با هم میگن میخندن. منقل؟ ایشون معتادن؟ نخیر اشتباه نه الان درست، من معذرت میخوام آقا جون. نخیر ببینید آقا جون یه دو سه تا دوست دارن، هفته یه بار دوره هم جمع میشن، جوجه بازن آقا جون، جوجه میپزن، بال کبابی میخورن. بله برای همون دوره من قرار جوجه بازی. خب خوشبختانه آقا جون کاملا سالم هستن، دندوناشون هم مال خودشونه. نه این اواخر فقط اون دندون تهیه رو پر کردن، اونم دندون عقله، چیزی نیست، اونو معمولا میکشه. دندونه ولش کن، خونه چی؟ بله اینو بدون خواهرمو مستاجر جماعت نمیدم ها. نه دایی جون شما چرا اینقدر ناراحت میشی؟ خونه داره، بیا بر نگاه کن، سرش واشتی تهشو نمیبینی، خونه داره، توش استخر داره، دستشویی داره، حموم داره، بعد از اونور قنادی داره، بعد حقوق بازنشستگی میگیره، بیمه است، خیلی آپشن داره آقا جون. آقا جون خونه خیلی دارن، فقط خونه هنوز خیلی تکلیفش معلوم نیست، یکم هم سرش دعواست. به علی. بله دعواست. این قنادی هم که گفتن اوضاعش اصلا مرتب نیست، یعنی خرج و دخلش با هم جور در نمیاد، ما خودمون هم توش موندیم، ممکنه همین فردا پس فردا وقت تعطیلش کنه. عنایت اینجا جای این حرف هاست؟ نه آقا جون چرتو بدونی من هم شما دوتا مفخوره نمیتونید اونجا رو بگردونید، کرکره رو بکشید پایین، برید پی کاری کنید. یه نفر بمیتونم اونجا رو اداره کنم، اینو کار نمیخوره. خوب شد که الان اینو گفته آقا جون، این دوتا مفخوره اونجا را میرن، این که قطاب میخوره اونم که گرد. آقا بیم ببخشید، عرض شود که ما برای این امر خیر حاضریم، مشکلی هم نداریم، اگه شما مشکلی ندارید مسئله نیست، یک روزی رو قرار بذارید به اتفاق بریم محضر. فقط آقا جون یه چیزی لازم به ذکره که خرج محضر با خودشون هستن. راستش تو سن شما و مادر من یکم حرف شرط و شروط خنده داره، اما خب میدونین ما هم یه تضمین میخواییم که اگه یه وقت خدایی نکرده بلایی سر شما اومد، بچه ها تو مادر ما را خونه بیرون نندازن. خواهشون کنم، شما با حرف حساب شده میزنم. منطقی هستم خوبه دخترم، مسئله نیست. حالا شما به من بفرمایید که اون تضمینی که میخوای چیه؟ هیچی، فقط سه دانگه خونتون رو به اسم مادرم کنید. نه نه آقا جون نه 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 ببینید، ما حد اکثر نصف خرج محضر گردن ما هستن، اینو قبول. خب اگه براتون سخته میتونید اول مهریهشون رو بدین، اینطوری دیگه بعدن هم مشکلی پیش نمیاد. مهریه چقدر هستش؟ شما که دیگه در جریان هستین، نرخ مهریه تو این دور زمونه دیگه مشخصه. نخیر ما از کجا بدونیم؟ ما اولین بار اومدیم خواستگاری ایشون، مهریهشون رو شما اسم بذاریم ما صداش کنیم. ما که چشم دنبال این حرفا نیست، اما خب چون مادر من متولد 1323 شما میتونید همون 1323 تا رو سکه مهرشون کنین. میشه آقا جون اولوش 264 میلیون و 400 هزار تومن که خب بالاخره بالا پایین هم میره، سکه است میره بالا میره پایین. خیلی خب ما میریم الان یه دوری میزنیم، بعدش میریم خط دایش. بفرمایید. خدا پیش شما. خدا پیش شما. ببخشید من گوله میبرم. بزنیم شید. بچه رو بگیر، یخ زده زمین. چیه؟ جانم آقا جون من در جوار شما هم هرچی امر دارید بفرمایید. میگم کجا دارید بیاد شما؟ با همه تونم مگه شما کار زندگی ندارین؟ دنبال من راه افتادین، بفرمایید برید پی کارتون. این دفعه هم نمیخواد دنبال من بیاید، من خودم بلدم چه جوری زن بگیرم. آقا جون، آقا جون کفت، بفرمایید. اصلا آقا جون این حرفا رو بیخیال، من خودم این دو ماه آخری رو پیش آقا جون میمونم. بر چی دو ماه؟ منظورم اینه که دو ماه من و عالیه میمونیم، بعدش دو ماه شما و خانومتون، بعد دوباره من و عالیه دو ماه همینجوری چنج میکنیم دیگه، پیش آقا جون بمونیم دیگه. حرف بدی نمیزنم آقا جون. ببین تو این اون همه تو یک کرباسید، بفرمایید. چشم آقا جون چشم، میریم. فقط من یه پیشنهاد دارم، تو رو ارواح خاک مامان نه نیار. پیشنهادتو بگو.
آقا جون من شما نمیخوای زن بگیری باشه بگی ما حرفی نداریم ولی لااقل بذار ما یه نفر برات پیدا کنیم. ای اصلا میفهمی چی میگی؟ روح مامانم هنوز توی خونه است، اون وقت ما راه بیافتیم بریم واسه خودمون زن بابا پیدا کنیم. باز تو روح مادرتو گفتی روح مادر جواب حرف مردم رو چی بدیم؟ تو نمیخواد این وسط جو غمگین کنی. آقا جون به نظر من تو این دور زمونا اگه بخوایم به حرف مردم زندگی کنیم باید بریم بمیر. باریکلا من نمیدونم چرا اینا متوجه نمیشن. بابا اگه قرار پای زنی به این خونه باز بشه بهتره با انتخاب همه ما باشه. بیرا میگم آقا جون. نه این پیشنهاد خیلی خوبیه، خیال هممونم راحته. به نظر منم فکر خوبیه. جواب میده آقا جون. کسی نظر شما رو نخواست سوسن خانم. گفته باشم من نمیرم واسه مادرم هوو پیدا کنم. فریدون برید. علی بسار برن آقا جون، من یه دونه خوبشو براتون سراغ دارم. ها ببین به این میگن یه عروس خوب، یاد بگیرید. علی علی واسه کاره دارم علی. من یه دقیقه دیگه اینجا باید خواهش میکنم. بهبود بیا. چیه میگی آقا؟ اجاتون تکون نخورین خواهش میکنم. چیه؟ آقا اگر ایشون خواهر شماست تو اون خونه خواهرتونه، از این در به بعد همسر منه. الان اعصابش خورده نمیخواد باتون حرف بزنه. آقا جون من اگه میگم که خودمون بگردیم یه زن مناسب برای آقا جون پیدا کنیم به خاطر این حرفایی که تو خواستگاری شنیدین. عزیز من حرفی که تو خواستگاری شنیدین تو همه خواستگاری‌ها هست. اگه میخواین یه زنی پیدا کنی که مهرش پایین باشه و تاریخ تولدش 1/1/1 باشه، این گنده برای لاله اورم دیگه با خودمون جا نبریم. این دیده گوش آقا چیه میشه که چی آقا جونم برایش چاکیش همه چیز ریخ بهم. من سنم از تو بیشتره. عقلت که کمتره. بی ادب خودتی. اگر خواستگاری به هم خورد به خاطر اون گلیه که شما رفتی از سر مزار آوردی تو خواستگاری. اشتی میریم با تو بلد بودی خود میرفتی گل میخریدی. با این حرفا رو ولش کنین، الان به فکر این باشین که آقا جون رو چی کار کنین. به نظر من زنگ گرفتن و کلن بیخیالشین. بهبودم چشمش گور میمونه همجا پیش آقا جون. چی بهبود؟ دوباره گفتی بهبود؟ دیوار کوتاه طرف که نمیدونم بشه بهبود. خب راست میگه آقا بهبود، همه کارا رو که آقا بهبود نمیتونه انجام بده. تازه پیشنهاد عنایت هم منطقیه. حالا که آقا جون تصمیم گرفته زن بگیره ما که نمیتونیم جلوش وایسیم. پس بگردیم این زن کم خرج براش پیدا کنیم. کم خرج یعنی چی؟ یعنی کسی که نیومده ادعای ارث و میراث نکنه، اهل بریز و بپاش نباشه، این مریض نشه، هی نگی بریم مسافرت، فقط وایسه تو خونه کار کنه. این زنی که شما گفتی هست؟ آره. خب اگه بود ما واسه عنایت میگرفتیم. واقعا که آقا بهبود خیلی چیز نشدنی میگه. از اون مسئله مهمتر میدونی چیه؟ اینه که سعی کنیم اجاقش هم کور باشه، پس فردا یه دفعه برادر کوچولو قدر نذار رو دستمون. آقا فکر کجا رو شما دارین میکنی؟ آقا جون یه دو سه ما لفتش بدین زنگ گرفتن رو برای آقا جون، خودش از سرش میفته. چی میگی تو؟ آقا جون بخواد زن بگیره دو روز بیشتر طول نمیکشه. من نباید نظر خودم رو اعلام کنم. آقا همینی که عنایت گفت، حالا که ما بخواد آقا جون زن بگیریم بگیریم یکی تو فامیل باشه که از گوشت و پوست و خون ما باشه، ما رو درک کنه، پس فردا بامبول لر نیاره، معرفی کنیم به آقا جون دیگه. قال قضیه رو بکنیم اینجوری آقامون بخور نشیم دیگه. راست میگی آقا بهبود، حالا بازم شما مخالفید علی جون؟ من دیگه هیچ کاری ندارم، هر کاری دلتون میخواد بکنید. ببین عالیه سر جات وایسا. برو کنار میرم عصبانی میشم. داشو بزرگتر شفه شد. ببین عالیه خانم یه دفعه گوش بده، تو خود من نمیگه اگه اوجون بخواد زن بگیره دو روز زن پیدا میکنه؟ چرا؟ خب پس مخالفت ما چه فایده ای داره؟ بیا خودمون بگردیم زن مناسب براش پیدا کنیم دیگه. بگو باشه. چه میدونم والله. بگو باشه. گفت باشه دیگه. باشه. باشه. ببین من میگم که فردا قرارمون همینجا خونه آقا جون. آها هر کس هم میخواد بیاد فردا دو سه تا اسم خودش بیاره. بیاره. اون سویچو بده من علی، ماشین روشن کنم بچه‌م زاتوریه. تو نمیخواد تو میذاری هممون رو به کشتن میدی. بابا ایربگ هم نداریم، بچه رو میذاریم جلو. سیکوریتش هم خرابه. برو اونور بابا. آماده ما رو بشین. خدافظ. چپ داماد لگنی گیریم افتاده. بله. الو بهبود، چرا گوشیده جواب نمیدی؟ گوشیم تو جیب کاپشنم بود، کاپشن بالا بود من پایین بودم. خیلی خوب، چه خبر چی شد؟ هیچی بابا، این خواستگاری اگه این زنه خوب بود تیمور معرفی نمیکرد به ما. هیچی بابا ولش. خیلی خوب، چیزی که واسه آقا جون زیاده زن. ببین من نشستم حساب کردم واقعا فردا دیگه باید بریم دنبال خونه. خونه آره چی بابا، بذار اول آقا جون زن بگیره به یکی یکی. همه کار با هم نمیشه کرد که. ای بهبود این کار اصلا به ما مربوط نمیشه که. ما اگر از فردا روزی 24 ساعت هر روز بریم دنبال خونه بگردیم با کارهای دیگه‌مون رو انجام بدیم حدوداً 11 و 28 روز طول می‌کشه که تموم شه. حالا اونارم چشم. یه دوستاشی گفتی مادرش استاد دانشگاست. اون چه جوریه؟ بهبود بی خیال. فردا ساعت 9 صبح جلو بونگا می‌بینمت. کدوم بونگا؟ رفتیم پارک اون روز یه بونگا اون بغل بود نشونت دادم گفتم بیایم اینجا دنبال خونه. باشه؟
دیر نکنی ها. نه خیال، من کی تو رو کاشتم این دفعه دومم باشه. یه جوری حرف میزنه که من بدقولم. باشه میام اونجا. باشه پس مراقب خودت باش. خدافظ. صحبت کردن شما تموم شد من یه تلفن بزنم؟ بابا خط آزاد من اصلا صحبت نمی‌کردم بفهمه. ببینم خواستگاری عزیز چی شد؟ یه شگویه کنسل شد و به تفاهم نرسیدن نشد. حدس میزدم. بیا این قرض تلفنه، بده شوهرت بگو پرداخت کنه. من نمیتونم ماهی 100,000 تومن پول حرف زدن شماها رو بدم. بابا این خیلی زیاده، بهبود در توانش نیست. چطور در توانش هست این همه حرف بزنه اما در توانش نیست پول حرف زدنشو بده؟ بده باباش، باباش در توانش هست. چشم، دیگه نبینم تا صبح بشینی وراجی کنینا. کی میشه برین سر خونه زندگیتون تا من راحت شم؟ بابا من یکی دیگه در توانم نیست، من در توانم نیست. خب بابا ما هم که همینو میگیم دیگه، کی میشه؟ از همین درست نیست. یه خانومی به سن سال شما تک و تنها بیاد خرید. چه میشه کرد؟ شوهرم که عمرشو داده به شما، بچه هم هر کدوم رفتن سر خونه زندگی خودش. ببین حاجی خانم، آدم تا موقعی که جوونه انرژی داره، انگیزه داره، اما همین که پا به سن گذاشت و موهاش سفید شد همه چی زمین تا آسمون یهو توفیر میکنه. بله. نه بچه ها ازت خبری دارن، نه از اون اولدروم بولدرومایی که داشتی خبری هست. بله تنهایی خیلی سخته. بدتر از تنهایی نداشتن همدم و همصحبته. بله میفهمم، تحمل این درد واقعا سخته. سخت نه، عذاب‌آوره. میدونی حاج خانم، درد من تو رو فقط یکی مثل خودمون میفهمی. بله به خاطر همینم از قدیم گفتن کبوتر با کبوتر باز با باز. احسن احسن، این حرفت خیلی درسته. ببین شما حساب کن، اگه یه آدمی مثل من با شما بود دیگه احتیاج نداشتی باری که بیبرید این ور اون ور با خودتون بکشین. کمکتو میکردم. خوب چه میشه کرد؟ چاره ای نیست. چرا نه این حرف رو نزنی. چرا چاره ای نیست؟ چاره بسیاره، منتها آدم باید عقلشو به کار بندازه، یکی از اون بهترین راه ها رو انتخاب بکنه. خدا رحمت کنه طلعت خانمو. هر وقت تو مسجد، تو روزه، هر کجا هم دیگر رو میدیدیم و حرف اول و آخر فقط عزیز آقا بود. یعنی کلمه عزیز آقا از دهن ایشون نمی افتاد. مگه شما طلعت خانمو میشناسی؟ چرا نشناسم؟ طلعت خانم به گردن من حق خواهری داره. من همیشه به بچه‌هام میگم وفاداری رو برین از آقا عزیز یاد بگیرین، برای اینکه شما تنها مردی هستی که بعد از فوت خانم ازدواج نکردی و دووم آوردی. اما ببخشینا بعضی مردا اینقدر بی‌عاطفن، هنوز 40 زنشون تموم نشده میرن و ازدواج میکنن. حاج خانم، اما شما چی؟ من چی؟ اما شما مثل شمع به یاد زنتون میسوزی. حاج خانم اینجور که شما تعریف میکنید من نیستم. چرا چرا نه. هستی شما دارین شکست نفسی میکنید. خیلی خوب، هر چی که شما میفرمایید. خیلی ممنون. باشه. خونه ما همینجاست دیگه. بس. رسیدیم. فقط ببخشین چون آسانسور خرابه، شما لطف کنین وسایل تا دم در بیارید. چش رو چشم. ممنونم. طبقه چندومه؟ پنجومه. پریسا کجا داری میری؟ بهبود نمیفهمی یارو داره مسخرمون میکنه. کی؟ خب حقم داره دیگه، با یکونیم که دیگه خونه اجاره میکنه. یکونیم کجا بود بابا؟ دو تومنم وام ازدواج داریم. خب اول پوله که میگی وام ازدواج نشونم بده داری؟ بابا تو بانک دیگه، الان 3 زامن معتبر جور کنیم تو جیبمونه. خب چرا جور نمیکنی؟ من زامن دارم و تو معتبر نیستم، میدونی فقط به درد وساطت و اینا میخورن، ایناش جور میشه حل. به خدا خیلی مسخره است بهبود. بابای تو خونه با اون بزرگی داره که اگه بفروشدش میتونیم بریم برج بگیریم، پنت هاوس بگیریم. اون وقت این کارو نمیکنه، ما بعد راه بیفتیم دنبال یه آلونک. میدونم. ببین پریسا، تو الان قصه داری چون منو نداری. منو داشته باش قصه نشه باشی یه حل همه چی باست چی ناراحتی؟ بفوت به خدا یه بار دیگه علکی بگی حل حل. من میدونم تو اصلا ما که با این پول خونه پیدا نمی کنیم. بده من خواهم دماغم عمل کنم. باز اینو گفت بابا جو، دماغ تو همینجوریش قشنگه، واسه چی می‌خوای دست بزنی؟ میری عمل کنی میدی بالایی توش معلوم میشه سرمو می‌خوری ما بالا میاریم. ول کن دیگه. باشه من پول واسه تغییر فیزیکی ندارم. برو از بابات بگیر پول اینجور کارا رو. فهمیدی؟ حسام بیا قبض تلفن رو پرداخت کن. اینا رو همه رو با هم صحبت کردیم؟ نه پس.
مطمئنی؟ بله همه رو با خودتو حرف زدم بگو. چی گفتیم؟ نه شوخی کردم، یعنی ببین این که 100 تومنه 120 هزار تومنم باشه من میدم. تو فقط قصه نخور، اخ نکن، هر کاری بگی من میکنم. هر کاری؟ هر کاری تو بگی. خب پس بریم دنبال خونه بگردیم. بریم دنبال خونه بگردیم. الان که نه من کار دارم، دقیقه باید برم خونه یه سر بزنم بعد میام دنبالت میریم دیگه. بهبود خیلی خوش گذشت. زیاد پیاده نری یا کفشات نوع خراب میشه.